در نیمه دوم بازی هایلندر بازیکن تیم نگهبان بسیار خوب بازی میکنه و موقعیت‌های گل زیادی رو برای تیمش خلق میکنه. اسطوره یک پنالتی رو از دست میده ولی در برگشت همون توپ رو گل میکنه و حالا تیم پابرهنه با این نتیجه به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد. باید ببینیم در این مرحله شانسی داره یا نه. قسمت 14 برادران بی‌عقل. گوش کنید تیم پا برهنه، حریف بعدیتون ما هستیم، تیم توهم سحرآمیز، و از همین حالا برای مسابقه رقیب میطلبیم. آره رقیب میطلبیم. میکروفونه رو از کجا آوردی؟ حتما از خونه با خودشون آورده بودن. توی کاغذهایی که دستتونه نتیجه مسابقه نوشته شده، میتونید مطمئن باشید که حداقل 5 هیچ میبریمتون. 5 هیچ ایشکی نمیتونه جلوی تیم ما یکی از نقاط ضعفشون رو فهمیده. ما رو شکست میدیم. اونا بچه‌تر از اونیان که به نظر میاد. کوچولوا، اگه میترسید میتونید با ما بازی نکنید، چون مطمئنم نمیتونید شکستمون بدین. شکستمون بدین. ها؟ ها؟ منو بگیری. ببینم با چه جرأتی اونطوری نگامون میکنی. نگامون میکنی؟ کی اونو پرت کرد؟ مطمئن باشید شکستتون میدیم و با تمام نیرو وارد میدون میشین. وارد میدون میشین. بهتون 10 گل میزنیم. تا حالا یه همچین بازیگرای مشهوری اینقدر نزدیک ندیده بودیم. مگه همونطور که همتون میدونین ما تو مرحله‌ای بودیم که میتونستیم ببازیم ولی شانس صعود پیدا کردیم. حالا که صعود کردیم باید تمام بازی‌ها رو ببریم وگرنه حذف میشیم. سرگروه های تیم دوتا برادر حقه‌باز به تمام معنا. تو فکر میکنی این روزا آدم‌ها با کلک میتونن موفق بشن؟ آره دیگه، اگه کلکی تو کارشون نیست پس چطور همه بازی‌هاشون رو بردن؟ حالا اومدیم و خواستن فریبمون بدن. برنامه‌مون چیه؟ چه نقشه‌ای واسه اون موقع داریم؟ هیچی، ما هنوز دوستیامونو داریم. تازه کنی هم هوادار خوب داریم. من از این چیزایی که میگی خیلی خوشحالم واقعا. منم لطف داری اما حرفات شعارگونه نیست. من شعار نمیدم. ما از این همه مسابقه ای که دادیم هممون کلی با هم صمیمی شدیم و هوای همو داریم. مثلا علی کشتاره نگاه کن. ها؟ یعنی متوجه نشدین اونا خیلی صمیمی تر از قبل شدن. این برای تیم خیلی مهمه. حالا شما هی مسخره کنی. به نظر شما آمارشون یه خورده عجیب نیست؟
چرا اتفاقا؟ دقیقا موافقم. آره درسته تیمی، فقط بگو ببینم چرا عجیبه. چرا عجیبه؟ خب تو چطوری متوجه نمیشی که چرا عجیبه؟ آقایی که به این توضیح بده چرا عجیبه، نمیفهم. خب ببین، تو مسابقات 30 تا کارت زرد گرفتن ولی حتی یه دونه کارت قرمز هم نگرفتن، خب این عجیبه دیگه. آره درسته، حق با توه. بچه ها بیان یه نگاهی به بازیای قبلیشون بندازیم. هیچ چیز خاصی تو بازی اونا نیست، خیلی خسته کننده است. اونا با بقیه تیما فرقی ندارن، اونا فقط توپو از حریف میگیره. هی شان، اونا دیدیش؟ آره منم دیدمش. چی؟ چی دیدی؟ ها؟ چرا پرید و گذاشت فیلین توپو ازش بگیره؟ ببینم نکنه قاطی کرده. آره منم دیدم، حتما از اون پسره ترسیده. فکر کنم قیافش خیلی ترسناک بوده، مگه نه؟ نه اینطور نیست، اونو حلش داد. با دقت به دست راستش نگاه کن. دقیقا همینجا. چرا داور خطا نگرفته؟ این یه حقه بازی تمام عیاره. ببینم پس اون داور الکترونیکی کجا مونده؟ باور نکردنیه، درست جلوشه اما مسیر دیدش بسته شده. حتما از قبل نقشاشو کشیده بودن، یکی مسیر دیده داورا میگیره اون یکی خطا میکنه، به همین راحتی. یه لحظه صبر کنین، برای هر بازی 3 تا داور هست، پس اون دوتای دیگه کجان؟ خیلی عجیبه، تو تصویر که مشخص نیستن. حتی اگه فرض کنیم اونا از صحنه دور بودن هم امکان نداره این اتفاقاتو ندیده باشن. اونا نتونستن ببیننشون، معلوم نیست چه خبر شده. حتما بهشون رشوه چیزی دادن. داورا رباتن، آخه چجوری رشوه بگیرن؟ صبر کنی، تینی خیلی هم بیراه نمیگه. به داورا رشوه دادن ولی نه پول. شاید مثلا بهشون گفتن تو بازیای بیشتری میتونن داوری کنن. اینجوری کلی مشهور میشن. انقدر هرس نخور کت، بی خیالشون شو. باششم، ببخشید. فکر میکنم تو دنیای فوتبال رباتی خوب درک نمیکنی، بنابراین کمی فاصله بین ماست. شنیدی الان شان چی گفت؟ یه فاصله بین ما هست. تو زیاد از مسابقات رباتی سر در نمیاری. خب پیش میاد دیگه، عیبی نداره. حالا برو به کارای دیگه برس. نه کت، من منظور بدی نداشتم. ببین شان، من اصلا کاری ندارم که چرا باش اینجوری حرف زدی، ولی الان خودت باید درستش کنی. باشه؟ ولی آخه من چجوری درستش کنم؟ اولش کن شان، خودش گریهش تموم میشه و یادش میره. حالا بیا این ادامه کارمون انجام بدیم. ببینم یه رفعه چی شد؟ از اون فاصله شد که بعدش هم رفت تو گل، همه دیدیم که توپ داشت میرفت سمت راست، پس چه دیگه هو تغییر جهت داده رفت سمت چپ. اگه حتی تیمی هم توپو میبینه پس حتما دروازه‌بانشون مشکلی چیزی داشت. منظورت چیه؟ چیه راست میگم دیگه؟ حتی اگه دروازه‌بانشون خیلی هم ضعیف باشه بازم نباید همچین اشتباهی میکرد. خیلی عجیبه، یعنی اونا چیکار کردن که داور نفهمیده؟ دقیقاً همینه. ما کل بازی رو نگاه کردیم. اونا حداقل 20 تا خطا کردن ولی فقط 3 یا 4 بار کارت گرفتن. چرا داورا بقیه خطا رو ندیدن؟ اصلاً با عقل جور در نمیادم. با تجربیتی که این همه سال داخل خارج زمین داشتم باید بگم هیچ دلیل قانع کننده‌ای براش ندارم. اما بال ما خودمونم این موضوع با همین چند سال سابقه تو فوتبال رباتیک فهمیدیم. لطفاً بیشتر برامون توضیح بدیم. توضیح بدم؟ خب باشه، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که تیم توهم سهرامیز برای هر خطایی که مرتکب میشه برنامه خاصی داره، جوری خطا میکنه که اصلاً مشخص نیست. مثلا زمانی که داور دیده خوبی نداره، اگر هم موفق نشن و بازیکن کارت زرد بگیره دیگه بازی خشن انجام نمیدن که کارت زرد دوم و بعدش هم کارت قرمز رو نگیرن. خیلی عجیبه.
میبخشید بچه، ولی بهتره بگم که شما با یه تیم حرفه‌ای روبرو هستین. کارتون خیلی سخته. راستی شما متوجه این شدین که اون دوتا داور دیگه صحنه خطا رو دیدن ولی بازی رو متوقف نکردن؟ چی شده عمو؟ چیزی فهمیدی؟ نه چیزی به ذهنم نرسید. چی؟ یکم این وقت بدین قضیه رو میفهمم. باید بریم دروازه‌بانه رو پیدا کنیم و ازش بپرسیم. آره، با یکی که قبلا باهاش فوتبال بازی می‌کردیم قرار ملاقات گذاشتیم. باشه، خداحافظ. زود باشتنی، قرار بود بیای اینجا با همون حرف بزنی، نه که یه بند بخوری. یه چیزی بگو دیگه. حتما باید با دروازه‌بانتون حرف بزنی. بهتون نگفت چرا جهت و اشتباه رفت؟ دروازه‌بانتون تو بازی قبل چطور بود؟ زیاد اشتباه میکرد یا فقط تو این بازی اینقدر افتضاح بود؟ بابا فراموشش کنین، شاید این اصلا ربطی به اون تیم نداره، واقعا تقصیر خودش بوده. قیافشو نگاه کنین، همچی کسی تو دروازه بذاری 125 تا گل میخوره. یعنی میخوای بگی تقصیر من بود؟ من از همه شما بازی بهتره. اون چند بعدی که بانت مقابل هورنت زدی رو یادم هست. چطور رود میشه به من اینطوری بگی؟ خب اگه واقعا اینجوریه پس چرا تیم توهم سهرامیز تونست انقدر راحت به دروازه‌بانتون گل بزنه؟ ببینم اسامی بازیکنای تیمشون یادته؟ بعد از اون مسابقه کل تیم من آسیب دیدن. من واقعا به کمک نیاز دارم. شما میتونید به من کمک کنید یا نه؟ قبوله، ما کمکت میکنیم. بگو ببینم چطوری تونستن بهتون اون همه گل بزنن؟ چون اونا بلدن. چیو بلدن؟ اونا بلدن از تکنیکای جدید استفاده کنن. دروازه‌بان میگفت وقتی هر کدوم از دو مهاجمشون به سمت دروازه شوت میزدن یهو کلی توپ میدیده که تو هوا دارن میان به سمتش. اون میگفت بعضی وقتا تشخیص این که کدوم توپ واقعی و کدوم خیالیه سخت بوده. ببینم داری جدی میگی؟ من از تو بازیم خیلی بهتره، اصلا چرا باید شوخی کنم؟ خیلی عجیبه. پشت هر چیز عجیبی یه حقیقت نهفته است الک. حتما یه کلکی تو کارشون بوده. این جدیدترین بازیکن فوتبال رباتی، انتخابتون عالیه. این بازیکن فوق‌العاده است. راستی خدمات پس از فروش هم داره. حالت خوبه؟ شما ها به چی گل زدین ها؟ فکر میکنین خنده داره؟ که حالا ندارین یه دختر فوتبال رباتی بازی کنه؟ تیم رباتی من حرف نداره. تازه بهتره بدونین از مرحله گروهی مسابقات هم صعود کرده. سوء تفاهم شده، ما که به نمیخندیدیم. راستش دخترای زیادی هم میشناسیم که فوتبال رباتی بازی میکنن. خوشحالم که میدونی. شما از مرحله گروهی صعود کردین، خیلی عالیه. اسم تیمتون چی هست حالا؟ بهتون میگم، اما نباید سر صدا کنین. فهمیدین چی گفتم؟ اسم تیم ما پابرهنه است. آره، شما تیم پابرهنه هستین. چقدر خوب، من همیشه بازیاتون از تلویزیون میبینم. منم همینطور، ما از طرفداراتونیم. حالا فهمیدین کار من چقدر خوبه؟ خواهش میکنم، اشکالی نداره من ازتون یه امضا بگیرم. به نظر میاد همتون دوست دارین بازی تیم ما رو نگاه کنین. تو مسئول کدوم رباتی؟ آخه من همه بازیکناتون رو میشناسم. راستشو بخواین من مدیر تیم هستم. من با تشویقام به بچه‌ها روحیه میدم تا بازی‌ها رو ببرن. تشویق؟ تو مسئول تشویق تیمی؟ مگه مسئول تشویق تیم بودن چه ایرادی داره؟ عذر میخوام خانم. معذرت میخوام، من که چیزی نگفتم، من اصلا با اینا نبودم. میخوام یه بازیکن رباتی برای خودم بخرم. مشکلی نیست، من اینجا کلی بازیکن دارم با اندام‌های مختلف و توانایی‌های متفاوت. اگه نمونه خاصی مد نظرتون هست تقدیمتون کنم. Thank you.
من که حالم خوبه، پس چرا این دفعه اینقدر داری طولش میدی الک؟ چیزی شده بهم بگو، دوست دارم بدونم. چیز خاصی نیست، نگران نباش، فقط دارم یه ذره بررسیت میکنم. میدونم داری چی کار میکنی، میخوای بفهمی چرا نتونستم از شوت راکتی مقابل هورنت استفاده کنم. تا جایی که میدونم، چیزی که قدرت شوت یه بازیکن رباتی رو تولید میکنه پا و انرژی خروجیشه و به نظرم تو توی هیچ کدومشون مشکلی نداری، پس مشکل کجا میتونه باشه؟ باید بیشتر بررسیت کنم. صدامو میشنوی؟ غذا حاضره. باشه الان میام. اگه درست متوجه شده باشم این یعنی یه فاکتور سومی هم در من هست که داره روی عمل کرد و بازیم تأثیر میذاره. یعنی چی میتونه باشه؟ دفعه قبل که از شوت راکتی استفاده کردم خیلی به خودم مطمئن بودم. من فکر میکنم اعتماد به نفسم تو بازی آخر خیلی بیشتر بود. بر اساس نقشه ساخت رباتیک فوتبالی احساسات نباید روی سطح انرژی یا مهارتشون تأثیری بذاره، ولی تو آدما قضیه فرق میکنه، احساسات خیلی رو کارشون تأثیر داره. شاید تو الان منظورم رو متوجه نشی. به مرحله حذفی مسابقات ملی فوتبال رباتیک خوش آمدید. امروز شاهد بازی دو تیم پابرهنه و توهم سهرامیز هستیم. چرا کت نیومده؟ آخه قرار بود بیاد. اگه میخواست نیاد به من میگفتش. کسی خبر نداره؟ من هیچ کدوم از بازیکنهای تیم توهم سهرامیز رو نمیبینم. اون دفعه که خیلی مجهز اومده بودن. نمیدونم این دفعه میخوان با چه ترفندی بیان جلو. راستش منم نمیدونم، ولی خیلی دوست دارم ببینم این دفعه چی کار میکنن. نگران نباشیم، مطمئنم از پسشون برمیایم. هرچند هنوز به راه حلی نرسیدیم، ولی تمام تلاشمون رو میکنیم. امیدوارم، ولی راستشو بخوای هنوز تاکتیکاشون هم نتونستیم آنالیز کنیم. اینا دیگه چیان؟ پرنده های مهاجم؟ سلام به همه. اینا چرا اینجوری میکنن؟ این مسخره بازی ها دیگه چیه؟ وای آدم میترسه. این کارا دیگه چیه؟ بهتون دادیم حسابی خوشتون اومد؟ اصلا قابل شما رو نداشت. ما فقط میخواستیم با اونا از این همه عشق و حمایت شما تشکر کنیم. تشکر کنیم. عیبی نداره، میدونم همه این کارا به خاطر اینه که ما رو خوب نمیشناسید. مهم نیست. مطمئنم وقتی با 10 گل تیم پابرهنه رو شکست دادیم همه شما به ما افتخار میکنید. بهتون افتخار میکنیم. شما خیلی زرنگین، ولی ما میدونیم نقشتون چیه و چطوری جلوی دید داورا رو میگیرین. ما تسلیمتون نمیشیم و شکستتون میدیم. خیلی خوب باشه، میبینیم. بله میبینیم. تیم توهم سهرامیز ستاره‌ای به نام فلینت داره که بیشتر کارهای تیم را انجام میده. فلینت از همه تاکتیک ها و تکنیک ها استفاده میکنه تا تیم پابرهنه رو شکست بده. اون بیشتر تکت ها و خطاها رو انجام داد و باعث شد اسطوره هم کارت زرد بگیره. فلینت با کفشای مخصوصش تونست شوت های جرقه‌ای رو به سمت دروازه شادو بزنه.